سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید. جمشید شالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در ایران و در منطقه خاورمیانه میگذره و در عرصه بین المللی آنچه رو که مربوط میشه به ایران مورد گفتگو قرار خواهیم داد با مهمانان این شماره تفسیر خبر، به ویژه اوضاع میان سازمان فلسطینی حماس، میان فلسطینی ها و اسرائیل، جنگی که آغاز شده و پیامدهای پرکشتار آن. آیا راه حلی وجود نداشت که اوضاع خاورمیانه به این نقطه نرسه؟ رو به کجا داره؟ آیا هدف گرفته روابط نوپای برخی از کشورهای عرب رو با اسرائیل؟ دگرگونی هایی که این جنگ پدید خواهد آورد تا چه اندازه قابل پیش بینی است؟ اسرائیل اعلام کرده تا ریشه‌کن کردن حماس به عملیات خودش ادامه میده و پیش بینی میشه کارشناسان نظامی بر اساس گفته های مسئولان اسرائیلی که اسرائیل قصد ورود گسترده نظامی نیروهای زمینی خودش رو داره به غزه. در چنین صورتی چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ آیا باز زمینه جنگی تازه میان عرب و اسرائیل، دست کم معدودی از کشورهای عرب در همراهی با فلسطینی ها و اسرائیل قابل پیش بینی است؟ و چه کسانی از این ماجرا و از این درگیری ها سود میبرند؟ هشدار زنان و مردان توسط حماس و قتل غیر نظامیان یا زنان و مردان و فلسطینی در بمباران‌های هوایی اسرائیل راه حل مسئله است یا راه حل دیگری هم وجود داره؟ نیروهای بزرگ در عرصه سیاسی از واشنگتن، مسکو، پاریس، لندن چه اقداماتی میتونن انجام بدن و چه دستانی پشت این قضیه بوده و هست؟ در میون خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر در کانادا. بعد از مدت‌ها غیبت، آقای عطا هودشتیان، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه. در آلمان آقای جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب آقای هودشنه، آخرین باری که در تفسیر خبر بودید کار بنایی بود در ساختمان شما که امیدواریم به پایان رسیده باشه. بله، کم و بیش دیگه الان فکر کنم صدایی نباشه، حداقل در این موقع صبح زود در اینجا فکر کنم حالا شاید هم شروع بشه در طول صحبتمون. درود میفرستم به شما جناب لقایی عزیز. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید آقای هودشنه و آقای لقایی عزیز، خوش آمدید. درود بر شما و جناب هودشتیان و همینطور هموطنان عزیزم. آقای هودشتیان، از آنچه که روی داده ببینید، میگن که مذاکرات یا هرچی که هست، وقتی دیپلماسی به بنبست میرسه زمینه برای وقوع جنگ فراهم میشه، حرفی که زده شده. واقعا نمیشد از این درگیری ها جلوگیری کرد؟ نمیشد حماس به راه دیگه ای متوسل میشد، جدا از اینکه چون اقدام تروریستی، چون اقدامی که وارد قلمرو اسرائیل بشه زن و مردان، یا حتی اگر اون بخش رو اشغال شده میدونید به طریق دیگه، نه اینکه شعله جنگی رو برافروزه که دامنگیر بسیاری شده در منطقه؟ جنبه تأسف‌آور قضیه هم این هستش که اتفاقا حماس به اون مناطقی حمله کرد و از طریق اون مناطق وارد اسرائیل شد که جمعیت ساکنان اون مناطق طرفدار
صلح بودن، یعنی طرفدار این بودن که به هر حال فلسطینی‌ها حقی دارند، وارد مذاکره باید شد، جنگ نباید کرد و یه مقداری کارگران و چپ ها و غیره و اینا در به اصطلاح صحنه سیاسی اسرائیل اثر بخش هم بودن. و این مصاحبه هایی که من میبینم تو به خصوص خبرگزاری های فرانسه که گزارش میدن، صحبت میکنن، کسی اومده بود میگفت من اصلا طرفدار شما هم، طرف نه حالا حماس ولی طرفدار فلسطینی هستم و بیایم صلح بکنیم، چرا با ما حمله میکنیم؟ و این چیز غیر قابل تصوری است که حماس به خاطر مانور دادن، به خاطر خودنمایی، به خاطر خلل در اقدامات اسرائیل که در این یک دو سال اخیر به هر حال در پیوند با اقداماتی که با کشورهای عربی انجام داد، خواسته مثلا یک خلل ایجاد بکنه و از خود چیزی نشون بده، قدرتی نشون بده. ولی خب میدونیم که این اگر گسترش بده کنه، این جنگ به نابودی حماس از یک سو، که بدون تردید اسرائیل الان همت کرده و کمر این اقدام رو کرده که حتما و به هر سو، به هر طریق، با هر امکانی که باشه حماس رو از بین ببره، به طور کل از بین ببره. و این چیزیست که البته همطور که اشاره کردین، ورود نیروهای هوایی و به خصوص زمینی توی غزه مشکل آفرین خواهد بود. از نقطه نظر هوایی خوب میتونن بزنن، ولی هر چی بیشتر بزنن ورود نیروهای زمینی مشکل خواهد شد، چون خودتون میدونین که الان به اصطلاح غزه دو لایه داره، لایه زیرین داره، لایه رویی داره، و لایه رویی رو خب بالاخره شاید بزنن و هر چی بیشتر به اصطلاح ساختمان ها بریزه روی زمین، امکان ایجاد دستیابی به قسمت های زیرین که تونل های چند کیلومتری فلسطینی ها باشه، دستیابی به اونها خیلی سخت خواهد شد. و به لحاظ مشکل ورود به غزه، نحوه ورود به غزه و نتایج اون بسیار مشکل خواهد بود. ولی خب فکر میکنم که جهانیان از یک سو طرفدار مردم اسرائیل هستند و فکر میکنم که یک استحکامی به گرداگرد آقای نتانیاهو به وجود آمده و به وجود خواهد آمد، با وجود مشکلاتی که نتانیاهو درگیرش بود در این اواخر بسیار جدی، ولی مجموعاً مردم اسرائیل به گرد دولت و ارتش حلقه خواهند زد و یک به اصطلاح وحدت ملی صورت خواهد گرفت، هرچند به هر حال در درونش اختلافات وجود داشته باشه. مجموعاً اسرائیلی‌ها میرن برای دفاع از میهن خودشون و اینکه دولت وحدت ملی آنچنان که پیش از این هم صحبت شده در اسرائیل میباید که شکل بگیره، هنوز قوام و دوام درخشانی هنوز نداره. ولی مجموعاً فکر میکنم که هدف آنچنان که ایالات متحده عنوان کرد، هدف اسرائیل واقعا این هستش که به هر طریقی شده در مقام نخست حماس رو بزنه. اما خطر این هستش که باید بتوان نوعی عمل کرد که حزب الله وارد ماجرا نشه و این هم تا کنون هم نشده. البته امروز صبح اخباری بود که حزب الله هم چند تا به هر حال حملاتی رو انجام داده. هم حزب الله و هم حماس اعلام کردن که از به اصطلاح پایگاه های حزب الله در شمال اسرائیل، به منطقه شمالی اسرائیل یا از جنوب لبنان شلیک کردن به قلمرو اسرائیل. و نظر و نگاه شما رو جویا هستیم این به این اوضاع جاری آقای لقی. مجدداً درود میگم به شما و تشکر از دعوتتون. من فکر میکنم همونطوری که آقای هودشتیان گفتن، تا حماس رو اسرائیل در واقع ریشه‌کن نکنه به هر حال از دست بر نخواهد داشت. در واقع این جنگ نیابتی هست که حماس و حزب الله دارن از طرف جمهوری اسلامی میکنن و این هزینه رو، چون این راکت هایی که اینا دارن میفرستن در همون به اصطلاح 20 دقیقه اول اینا 500 راکت یا 5000 راکت به سمت اسرائیل شلیک کردن و خب این مشخص است که خب این از کجا میاد و در واقع ورود حماس به اسرائیل این بیانگر این هست که اینها
در قبل یا از ماها قبل تمریناتی رو در جایی داشتن و خب مشخص است که این در نوار غزه نبوده و این معلومه که به احتمال حالا 90% اگر 100% نگیم این در ایران صورت گرفته به وسیله جمهوری اسلامی و تمام این هزینه ها به وسیله جمهوری اسلامی تامین شده و به هر حال. اما یه مسئله هست، اون دیواری که هست به وسیله لوازم بسیار پیشرفته الکترونیکی و دوربین های خیلی پیشرفته در واقع اونجا کارگزاری شده، این که چگونه اینها به این راحتی توانستن بیان و با موتور و خیلی راحت انگار اصلا مثل خیابانهای تهران داشتن تو خیابانهای جنوب به اصطلاح اسرائیل جولان میدادن و اون قتل عام و اون جنایت رو این تروریست ها انجام دادن، این هم خودش یک سوالی هست که واقعا چطور ممکنه از این دیوار امنیتی به اصطلاح با پیشرفته ترین دستگاه ها اینها عبور کرده باشن. اما به هر حال این تأثیراتی که میذاره، نتانیاهو هم گفت در واقع اوضاع خاورمیانه دگرگون خواهد شد. من هم فکر میکنم اوضاع خاورمیانه حتما دگرگون خواهد شد. اثراتی که حالا درسته الان در همون ابتدا اینا گفتن که هنوز ما شواهد و مدارکی نداریم که جمهوری اسلامی مستقیماً، البته کلمه مستقیماً رو گفتن، در این عملیات نقش داشته، ولی خب خودشون میدونن که لااقل غیر مستقیم فقط این جمهوری اسلامی هست که داره از اینا حمایت مالی میکنه و به اصطلاح تمام پشتیبانی لوجستیک، تمرینات و همه چیز در اونجا هست. حالا وضعیت بعداً در خاورمیانه به گونه دیگری پیش خواهد رفت، همونطوری که تمام محاسبات جمهوری اسلامی تا به امروز نتایجش اشتباه و به ضرر ملت ایران تمام شد، این بار من تصور میکنم این مسئله بیشتر و بیشتر خواهد بود در رابطه با مسئله ایران. ولی فعلا این مسئله به اصطلاح گروه های تروریستی حماس و حزب الله و یه بخشی هم که اینا در سوریه متمرکز کردن، من فکر کنم ابتدا اینها مسئلهشون باید روشن بشه. البته خب برای اسرائیل این ایدئال هست که ابتدا مسئله حماس رو حل بکنه و بعد اگر حزب الله هم فکر کنه اون سمت بره، ولی اگر الان هم حزب الله چنین دست به عملیاتی بزنه، همونطوری که در گذشته هم اسرائیل وارد لبنان شد و در واقع اون مناطقی که حزب الله بود همه رو واقعا کوبید و نیروی زمینی وارد کرد، الان هم به نظر من این قدرت رو داره و خواهد توانست همزمان هر دوی اینا رو در واقع به شدیدترین بچی که الان اسرائیل تصمیم گرفته بزنه و نابودشون بکنه. خوبه آقای هودشتیان، ببینید این عملیات خوب عملیاتی بود، هر عنوان بشه، هواداران حماس میگن که عملیات نظامی قهرمانانه، عملیات تروریستی، وقتی بسیاری گفته میشه وقتی شما میرید زن و بچه مردم رو، بچه ها کودکان میگیرید تو خونه شون میرید، گروگان میگیرید میکشید. خب این عملیات طبیعتا تروریستی هم خونده میشه، گروگان گیری به نحوی، حالا اسیر جنگی در یک جنگ اسیر میگیره، اون بحث دیگری است. حالا این به هر حال اون چی که هست به دقت انجام شده، از دیوار امنیتی اطلاعاتی اسرائیل هم عبور کرده و این رو من با شناختی که از خاورمیانه دارم و شما هم قطعا و آقای لقایی هم احتمالا، کار ساده ای نیست در خاورمیانه با این همه سازمان های اطلاعاتی و و و و چه آمریکا چه بقیه یاران یا همراهان اسرائیل، جدا از حکومت ایران که متهم اولیه است خارج از مرزهای منطقه، شما زمینه احتمالی میبینید که یه عده همکاری کرده باشن، اما از اینکه میدونستن خبر ندادن یا حمایت کرده باشن
نقشی داشته باشن یا سودی داشته باشن در این جریان؟ بالا ما هنوز تا این لحظه که روز پنجم هست در حوزه اون چیزی که میگیم سپیکولاسیون یا حدس و گمان هستیم. به واقع باید مدتی بگذره، یه سری به اصطلاح داده های عینی و قابل تکیه در واقع به وجود بیاد، خارج بشه از به اصطلاح از میان اخبار و از میان گفته ها. ولی حدس من این هستش که به هر روز سازمان های اطلاعاتی در جهان چندین لایه دارن دیگه. به هر حال فرض فرمایید خود ایالات متحده اینطوریه، در ایران که مسلم اینطوریه، حتی درگیری بین سازمان های اطلاعاتی میتونه صورت بگیره در ایران که بوده، این درگیری تقابل و گروگانگیری حتی از سوی یک بخش یک گروه اطلاعاتی که بخش دیگه مخالفش باشه یا بخش دیگه بیاد اون رها کنه، آزاد بکنه اون شخصی که گرفتار شده. آیا میتوانی هم چیزی رو در اسرائیل دید؟ در صورتی که بازم اتکا میکنم به گزارش هایی که به هر حال خبرگزاری های بسیار معتبر فرانسه اعلام میکنن، اختلافات قبل از اینکه جنگ به وجود بیاد میان ژنرال های ارتش اسرائیل با نتانیاهو بسیار زیاد بوده و برخی از اونها اصلا قبول نداشتن روش و نحوه عمل آقای نتانیاهو رو. آیا کار به اونجا کشیده که به توسط یک حمله ای، به توسط به هر حال باز کردن برخی گره ها و موانع امنیتی راه رو باز کنن برای حماس، برای به هر حال یک نوع حرکت و بعد از دست خودشون خارج بشه؟ این احتمالاً البته بازم در حد حدس گمان، و بعد وقت بیان حمله کنن و بعد یک گستره یک غیر قابل پیش بینی رو شاهدش باشیم. این اشتباهات میتونه صورت بگیره و من الان در حال حاضر تقریبا مطمئن هستم که تمام لایه های درونی و بیرونی نظام حاکم در اسرائیل به شکل متحد کننده ای در گرداگرد جناب نتانیاهو الان باید باشن، با وجود اختلافاتی که برها قبل از این وجود داشته، تظاهرات بسیار بسیار گسترده که در شهرهای متعدد اسرائیل بوده. این یک برها آپشن ما میبینیم، این یکی هست. اما خب نفوذ جمهوری اسلامی در خود دستگاه ایالت دستگاه اسرائیل هم مطرحه. اون رو پیش از این هم گفتن که جمهوری اسلامی به هر این نیست که جناب لقایی میفرمایند که حدس و گمانه، یقینه، حدسی برش نه، تردیدی برش نیست که کل این نیروهای تروریستی فلسطینی، حالا نیروهایی هستن که لزوما در فلسطین تروریست نیستن، میخوان مذاکره کنن، خواهان مذاکره هستن، ولی اون نیروهایی که حمله میکنن، حزب الله، حماس، اینا نیروهای تروریستی هستن و تمام اینها مورد حمایت مستقیم جمهوری اسلامی هستن، تردیدی برش نیست. شاید کشورهای دیگه هم حمله بکنن، حمایت بکنن، ولی اینکه این حمله بدون اطلاعات و کمک و یاری رساندن جمهوری اسلامی عملی بشه غیر ممکنه، اصلا غیر ممکنه. و مسلما آقای خامنه ای هم میتواند بیاید و بگوید ممکن بشه، برای اینکه میبینه دو ناوگان بزرگ ایالات متحده در آبهای اسرائیل آمده و این خطر بزرگی، میترسه از این و میخواد زود بگه که آقا ما نیستیم، در حالی که همون بوده. کسانی به خوبی گفتن که هر آنچه که آقای خامنه‌ای میگوید رو باید برعکسش رو دقیقا فهمید و ایشون به هیچ وجه هیچ کجا اعتراف نکرده که این کار رو ما کردیم یا اون کار رو ما نکردیم، دقیقا برعکسش همواره گفته. و واقعا باید اینطور فهمید که ایران به طور مستقیم منفعت داشته، زدن اسرائیل منفعت ایرانه و بی‌حیثیت کردن نتانیاهو منفعت ایرانه و خراب کردن رابطه اسرائیل با عربستان منفعت ایرانه. ولی خب بعد از این جنگ چگونه خاتمه بده کنه، این رو کسی نمیتونه. شروعش روشنه ولی خاتمش واقعا روشن نیست. حتما به این نکته میرسیم، چون آقای هودشان چند بار اشاره کردن به خبرگزاری فرانسه، خب نمایندگی های دیگه ای دارن، رویترز، بقیه در اونجا، ای پی، اسوشیتد پرس در خاورمیانه، من سالها شاهد بودم، ولی خبرگزاری فرانسه روابط به اصطلاح فعالیت گسترده تر از همه داره. مدت های مدیدی مسئول بخش عکاسی خاورمیانه و شمال آفریقاش دوست نازنین من آقای منوچهر دقتی گرامی بود که
اتفاقا در یکی از رویدادهای به اصطلاح رام الله، درگیری هایی که به وجود اومده بود، زخمی و مجروح شد که خوشبختانه با معالجه بسیار دقیق آسیب که پایشون دیده بود شفای کامل پیدا کرد. انوشهره دقتی عزیز، یکی از دو برادر دقتی ها، رضای عزیز که در گوشه دیگه از جهان فعالیت های گسترده، از جمله درباره خاورمیانه پروژه های عکاسی معروفشون در نشنال جیوگرافیک، رضا دقتی عزیز. اما آقای لقایی، ببینید قبل از این رویدادها به هر حال توجه به مسئله فلسطین یا حمایت از فلسطینی ها به شکلهای مختلف در کشورهای اروپایی نسبتا زیاد بود. الان به چه شکل در اومده؟ یعنی باستا به اقدام آغازگر حماس، این عملیات تروریستی یا هر عنوانی بهش بدید، چه نتیجه برای فلسطینی ها در اروپا داشته در میون افکار عمومی و دولت ها؟ از نظر دولت ها، به خصوص من که در آلمان هستم، بحث های به اصطلاح میزگردی سیاستمداران و کارشناسان سیاسی که اثرگذار هستند در تصمیم گیری ها دارم میبینم، در واقع روی مسئله تروریست بودن حماس و حزب الله دارن تاکید میکنن که باید اینها مسئله و تکلیفشون روشن بشه. فعلا راجع به اون به اصطلاح حقی که فلسطینی ها دارن و میبایست دولت مستقل تشکیل بدن، روی اون بحث نمیشه. علاوه بر این، اتحادیه اروپا الان داره روی این مسئله بررسی میکنه که فقط کمک های بشر دوستانه شد که تا الان میکرده بده، مثلا به بخش اداری و پرسنل به اصطلاح خودگردان فلسطین، اینا سالانه 1,400,000,000 یورو پول میدادن، میخوان اینها رو قطع بکنن. یعنی الان بحث سر این هست که فقط ما اون جاهایی که مربوط به بیمارستان ها بوده، مربوط به مدارس و کودکستان ها و چیزای خیریه بوده، فقط اون بودجه ها رو در اختیارشون بذاریم و با نظارتی که قبلا بوده، و بودجه‌ای که برای امور اداری و این قبیل کارها بهشون میدادن، الان بحث هست که این قطع بشه. یعنی این عملیات باعث شد که حالا خودگردان فلسطین، یعنی بخش غربی رود اردن، اون که اصلا توی این ماجرا تا الان نقشی نداشته و در واقع با حماس هم مسئله داره دیگه، و خب این اثر رو گذاشته واقعا الان، و افکار عمومی هم در واقع خب این روشن هست که وقتی که خب این فیلم ها رو میبینن، اون وضعیت رو میبینن، کشتار بچه ها رو میبینن و یا آدم های اکثرا غیر نظامی رو اینها گرفتن کشتن، خب این اثرات بسیار عمیقی میذاره. و با توجه به اینکه خب از گذشته هم اینا رو نیروهای تروریستی میدونستن، الان دیگه یه چیزی در حد داعش دارن میبیننشون، که البته هستن در واقع، نه اینکه نیستن. خب این مسئله به هر حال اثرات، یعنی الان همه چیز در رابطه با اسرائیل که چگونه باید کمک کرد، و عملا هم خب همه حتما شنیدن و میدونن که سران کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه و انگلستان اینها در جلسه ای که داشتن و به طور علنی هم اعلام کردن، تا حالا بارها همین رو اعلام کردن در همین 3 روزه، که حد اکثر کمک و هر کمکی که لازم باشه به اسرائیل خواهن کرد. خب آقای هودشتیان، شما شرکتی که جمهوری اسلامی از این رویدادها استفاده میکنه، از اقدام حماس سود میبره، غیر از حکومت ایران آیا کسان دیگه نیستن که از این اقدام سود ببرن؟ بازم در حد همین گفتگویی که داریم انجام میدیم، حدس و گمان شاید باید این رو دید از منظر افکار عمومی. امروز برای نخستین بار شاید بشود گفت که در مقایسه با
جنگ هایی که اسرائیل کرده با فلسطینیان و عرب امروز شاید افکار عمومی به شکل بسیار وسیعی بیشتر از دفعات پیش حمایت داره میکنه از مردم فلسطین اسرائیل، خیلی عذر میخوام، از مردم اسرائیل. علتش هم همونطور که جناب لقایی به درستی گفتن نوع جنایتی است که داعشی است، یعنی اساسا آنچه که حماس انجام میده داعشیه، یعنی زن و دختر جوان رو در میان در میدان شهر میسوزونن، دختران کودکان رو میکشن، سران سر اونها رو جدا میکنن از بدن، و این چیزی است که واقعا ما فقط داعش رو دیدیم اینطوری، و این نشون میده یک حلقه ای هستش که به هم متصله از نقطه نظر نوع جنایت. شما نگاه کنید که اگر بحران فعلی به جنگ گسترده بدل بشه و همه جانبه بشود و کشورهای دیگه مثلا وزارت وزیر امور خارجه ایالات متحده میره اسرائیل دیگه و چند روز بعدش هم به اردن میره و در اردن ما 60-70% از اهالی اردن فلسطینی هستن و همه تلاش این هستش که اینها وارد ماجرا نشن، اگر وارد ماجرا بشن و حمایت بخوام بکنن و غیره و غیره، احتمال از حماس یا از به هر حال حزب الله، خب این ماجرا رو تندتر و شدیدتر و گسترده میکنه جنگ رو. اینم یک جنبه. اگر این بشه یک میدان جدید، یک جبهه جدید در خاورمیانه باز میشه که برای روسیه قابل توجهه. روسیه در یک جنگی است که به یک جبهه بزرگ بدل شده که میشود گفت که امروز تا امروز حداقل توش مونده، نمیدونه چجوری ازش بیاد بیرون، و واقعا ایالات متحده پشت به اصطلاح آقای زلنسکی و ارتش اوکراین هست. حالا درسته که اینجا و آنجا به طور همه جانبه اونطور که مورد رضایت اوکراین باشه سلاحای جنگی نمیفرسته، بعضی ها رو نمیفرسته، بعضی ها دیر فرستاده، اروپایی ها همینطور کمکاری میکنه، ولی مجموعا غرب به دنبال اوکراین هست، پشتیبان اوکراینه. جبهه دوم در هنگامی که یک جبهه اول در واقع دچار مشکل شده، کار به اصطلاح تمام کردن جنگ رو در جبهه اول بهتر میکنه، آسانتر میکنه، به علاوه آنکه شما تصور میکنید که نیرویی که بیشتر از همه داره حمایت میکنه از اوکراین ایالات متحده است و ایالات متحده ناوهای جنگیش رو به سمت اسرائیل میبره و توجهش رو اونجا بیشتر احتمالا متمرکز خواهد کرد. این پیشبینی ها و دورنمای قضیه رو اینطوری باید تصور کرد. اگر جنگ در این منطقه گسترش بده کنه، خب به هر حال شاید موجب رضایت خاطر روسیه باشه. تا امروز اخبار میگوید که روسیه به طور مستقیم از حماس حمایت نکرده، تا امروز هیچ گونه حمایت حتی فیزیکی، انتقال سلاح و غیره و غیره از سوی روسیه به حماس انجام نشده، دیده نشده، ولی اینها در حد به طور کلی شاید مورد این جنگ مورد خرسندی به اصطلاح روسیه باشه که جبهه دومی باز بشه. خب قطعا برای اینکه با اسرائیل هم روابط دوستانه داره، روابط کامل داره و نمیتونه هم چه کاری رو انجام بده، ولی سلاح در اختیار حماس بذاره و از اون برم با دولت محمود عباس در تماس هست نی؟ اینا موانعی هست، ولی اشاره کردید که چنان شاید هم پیدا کنه روسیه هم احتمالا بعدش نخواهد، ولی علل اجاله کسان دیگری که به بهره بردن از این ماجرا ترکیه است، یا ضدیتش با اسرائیل علی رغم روابطی که دارن به جای خود، و جمهوری آذربایجان، چرا که کشتار ارامنه این دوباره از خط خبرگزاری ها پر کشید و رفت و اینا به جنایت هاشون همچنان ادامه دادن در مورد با بقیه افرادی که در قره‌باغ موندن، افراد جمهوری آذربایجان. فقط یه نکته رو اشاره بکنم. کشورهای کوچیکی هستن، ترکیه البته خیلی خیلی کشور مهمیه در منطقه، بسیار بسیار نیروی نظامی مهمی داره، در شمال آفریقا دخالت کرده، و آذربایجان که میفرمایید، و اینا واقعا دو تا کشوری هستن که مورد توجهن. اما حدس میزنم تا حدی که امروز میتوان گفت ترکیه جرأت نکنه داخل این بحران بشه به طور مستقیم. بله همین نکته همینه که واقعا فکر نمی‌کنم
ولی منفعتش بله ایران هست، ترکی هست، آذربایجان هست و روسیه. البته فراموش نمی کنیم که همین ماه گذشته بود که یک کشتی رو اسرائیلی ها در مدیترانه متوقف کردن، بله. اسلحه داشت می بود برای غزه. آقای جهانگیرخان عزیز، جناب لقای گرامی، بفرمایید که این رویداد تا چند ازد تا الان اثر گذاشته روی بازار بورس اروپا که چندان مهم نیست برای من و آقای اودشتیان که اهل بازار بورس اروپا چندان نیستیم، شاید شما باشید، روی اقتصاد در اروپا اثر گذاشته به ویژه در منطقه خاورمیانه روی بازار در ایران قیمت دلار. در واقع بیشترین اثرات رو روی اقتصاد ایران تا الان گذاشته، برای اینکه همون روزی که یا همون ساعت اولیه که جنگ شروع شد، دو ساعت بعدش در تهران دلار که حدود 50,000 تومان بود بلافاصله رسید به 52,000 تومان و بورس تهران سقوط کرد و خب پول خیلی از مردم دود شد رفت به هوا. و این حالا این ابتدای کار هست، برای اینکه با این عملی که حماس و همه میدونن که این نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هست کرده، به طور قطع آقای بایدن حالا تا یک سال آینده که هست دیگر نمیتواند اون تحریم هایی که شل کرده بود و جمهوری اسلامی روزانه فقط 1,500,000، 1,300,000 تا 1,600,000 بشکه نفت میفروخت دیگه به این سادگی بفروشه. یعنی من تصور میکنم این تحریم ها که شلوبل شده بود محکمتر خواهد شد و دیگه اون مسئله مذاکرات و اینها به اصطلاح به اون شکل سابق که امریکایی ها یعنی در واقع دولت آقای بایدن میخواست پیش ببره دیگه نمیتونه. البته خب میگن این پولایی که گرفته در واقع این مسئله 6 میلیارد نیست، بلکه این پولایی که الان هزینه شده مربوط به این تحریم هایی هست که این پول نفتی که در دوره اواخر روحانی روزانه اینا رسیده بود به 300,000 بشکه فروش نفتشون، اونم با تخفیف و اینکه به صدا قاچاق میفروختن، خب الان وقتی رسیده به 1,500,000، 1,600,000 یا 1,300,000 این پولش که توی به اصطلاح اقتصاد ایران به اون معنا وارد نشده، برای اینکه مرتبا شما وقتی که در فاصله یک سال اجناس خوراکی بنابر ارقام رسمیشون 86% ولی بر اساس ارقام واقعی تا 200% افزایش قیمت پیدا کرده، این یعنی اینکه این پول نفت رفته برای نیروهای نظیر حماس و حزب الله و پشت و شعبی و از این قبیل کارها و بخشش هم که خب خودشون از قبل دزدی میکنن و به حسابشون واریز میکنن. در نتیجه این اثرات عمیقی رو یعنی روی همین اقتصاد در واقع چه میگونم مریض و در بداغون ایران عمیقتر خواهد شد و این تازه اول کار هست. و البته شما من یه اشاره بکنم، گفتید سود اصلی رو چه کسی خواهد برد؟ جمهوری اسلامی که سود نخواهد برد. درست ظاهر قضیه ممکنه ابتدای کار این مذاکرات با عربستان و یا سایر کشورهای عربی یکمی عقب بیفته، ولی من تصور بکنم سود نهایی یعنی اگر آینده رو ببینیم خود اسرائیل خواهد برد، یعنی اون برنده خواهد بود. برای اینکه وقتی که حزب حماس و حزب الله ریشه‌کن بشه این بزرگترین نفع خواهد بود برای اسرائیل، هرچند با هزینه بالا برش. خب آقای هودشتیان، آمریکا و اسرائیل پیمان دفاع مشترک دارن، پیمان امنیتی دارن، همه این پیمان ها یه الزاماتی با خودش میاره. تا چند از وقتی به طور رسمی اعلان جنگ کرده اسرائیل علیه حماس، آمریکا و متحدانشو اونا را ملزم میکنه در صورتی که لازم بشه نیرو وارد کنن، نه تنها در مورد حماس، در همه جایی که اسرائیل اگر قصد حمله داشته باشه. از نظر بین‌المللی تا چند از این
الزام آور است برای آمریکا و بقیه. بله، نکته بسیار مهمیه. بذارید فقط یه نکته راجع به صحبتی که جناب لقایی کردن عنوان حتما بکنم، که واقعا جهان اولا میبایست که جرأت بکنه که جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه، به خاطر اینکه به واقع بدور از اعلام های رسمی مشخص هست، خود فلسطینی ها میگن، خود نیروهای فلسطینی گفتن که جمهوری اسلامی کمک مالی مستقیم کرده، این تردیدی برش نیست. و اینکه حتی این خطر وجود داره که امروز، حالا عملا الان در حال حاضر امکانش نیست، که در به هر حال آینده نزدیک خطری رو جمهوری اسلامی موجب بشه از طریق حمله اسرائیل به مناطق نظامی جمهوری اسلامی. برای اینم هست که بعد بخواد انتقام بگیر اسرائیل از جمهوری اسلامی که حامی مستقیم و اولیه در واقع نیروهای تروریستی فلسطینی هستند، به طور مشخص حماس و حزب الله و شاید هم دیگران که کوچکترن. یه نکته دومی که من فکر کنم جهان باید حمایت مالی شو دیگه برداره از جمهوری اسلامی، و این پولایی که آقای بایدن قبول کرده ارسال بشه این باید مسدود بشه. یعنی این بهترین مدرک هست که نشون داده بشه به جهان که جمهوری اسلامی هم که به درستی فرمودن پولش رو میفرسته جای دیگه، به جای اینکه مصرف بکنه برای ملت خودش، مردم خودش. و این موضوع بسیار مهمیه. سود نهایی رو بحث بر سر این هستش که چه کسی میبره. به نظر من مردم اسرائیل در حال حاضر به طور همه جانبه تنفر همگانی دارن از حماس، ولی در عین حال محکوم میکنن یا احساس نارضایتی دارن از دولت اسرائیل که نتوانسته تشخیص بده زمان حمله رو، نتوانسته تشخیص بده حمله رو، و نتونسته جلوگیری کنه از این حمله، و نتونسته در واقع حمایت کنه از مردم اسرائیل. اصلا وارد بحث های مربوط به دیگه این منطقه و اون منطقه و چقدر به اصطلاح اسرائیل از این خاک فلسطین برداشت یا برداشته، دولت باید اسرائیلی بعد فلسطینی‌ها و دولت داشته باشن نداش باشن، این بحث رو دیگه در دوره ردی دوم قرار میگیره. ردی اول این هستش که فلسطین نیروهای تروریستی فلسطین، نه حمله همشون رو من محکوم به هیچ وجه نمی کنم، نیروهای تروریستی فلسطین حمله کردن و اسرائیل نتونسته جلوی حمله رو بگیره. این بنابراین دو تا احساس هست، یه احساس تنفر از حماس، یه احساس نارضایتی مستقیم از دولت فعلی. اینکه چه کسی میبره مهمه، بسته به اینه که چگونه آقای نتانیاهو در برابر این حمله نظامی مقاومت نشون بده و حمله متقابل بکنه و واقعا حماس رو از بین ببره. در صورتی که اومد حزب الله وارد میدان نشه، اگه حزب الله وارد میدان بشه گستره جنگ غیر قابل پیش بینی تر میشه. برگردیم به مسئله آقای بایدن و ایالات متحده. بله، اینطور که میفرمایید شما، ایالات متحده البته دیروز به طور مشخص آقای بایدن گفت ما پشت اسرائیل هستیم. دو ناوگان جنگی هم فرستادن که ناوگان های بسیار بزرگ، واقعا تعداد چند هزار تا سرباز هم توی هر کدوم از اینا وجود داره، بنابراین آماده هستن برای حمایت. اینکه چه نوع حمایت بکنن، نیرو پیاده بکنن یا نکنن، فکر میکنم پیشبینیش خیلی خیلی زوده، به دلیل اینکه اسرائیل در حال حاضر شاید این امکان داشته باشه که خودش بتونه مسئله رو حل بکنه. بله، نه من آقای هودشنسانم این نیستش که چقدر امکان داره، من میگم بر اساس این پیمان ها چه تعهدی به وجود میاره برای آمریکا. یعنی اگه لازم بشه، اگه اسرائیل بخواد، آمریکا باید این کار انجام بده، یا اینکه میتونه بگه آقا ما یه چیزی امضا کردیم رفته. نمیدونم جزئیات قضیه چه باشه در اون روز مبادایی که واقعا آقای نتانیاهو بخواد از بایدن که نیرو پیاده کنه، و بعد بایدن به خاطر به اصطلاح منافعش یا مصلحت روزگار بگه حالا بعدن، یا به اصطلاح کمر خم نکنه و اجازه نده که نیرو پیاده بشه. من این رو باید ببینیم در آینده چی میشه، ولی منطقا اینطور که شما میفرمایید ایالات متحده به طور همه جانبه حامی دولت اسرائیل هست و بوده، و
و نیرو هم داره در اطراف به سر کشور داره از طریق این دو کشتی، برای اینکه نیرو پیاده بکنه و اگر اسرائیل بخواد او بتوانه ایالات متحده قبول بکنه نیرو پیاده بکنه، این چیزیست که بعد در آینده واقعا دید. ولی از نقطه نظر تعهد همونطور که میفهمید به درستی، ایالات متحده باید این تعهد رو داشته باشه و داشته و به این تعهد عمل بکنه. اینکه چگونه عمل بشه بحثیست که در آینده خواهیم برای خب اون چگونگیش میمونه در لزوم بودن، همونطور که این پیمان با برخی از کشورهای عرب داره، پایگاه آمریکا در قطر و همه اینا الزام آور هست برای دفاع مشترک در برابر خطری که اون کشورهای به اصطلاح دوست و چه عرب چه اسرائیل رو تهدید میکنه، در صورت لازم الزام آور هست برای آمریکا و متحدان دیگه، کمان که در جنگ‌های پیشین فرانسه و انگلستان هم در کنار اسرائیل بودن در جنگ دهه 50. خب آقای لقایی بفرمایید که رسانه های آلمانی تا چند اندازه در اینجا، رسانه های آمریکا مرتب اخبار مربوطه رو، آیا تموم شده؟ آیا افکار عمومی آلمان به عنوان که کشور مهم اروپایی همچنان دنبال میکنه یا خیر دو روز سه روز چهار روز بوده و تموم شد؟ نه، مرتبا مسئله واقعا دنبال میشه و میشه گفت که بیشتر اخبار رو یا صدر اخبار رو همه مسئله اسرائیل و حماس گرفته شده و این بیشترین بحث هست در تمام حالا رسانه ها به خصوص تلویزیون ها در مورد این و میزه گردهایی که گذاشته میشه، مصاحبه‌هایی که با سیاستمداران میشه، مسئله داره روی همین قضیه در واقع بیشتر میچرخه. و خب افکار عمومی آلمان هم مثل سایر کشورها خب این عمل رو یک عمل تروریستی جنایتکارانه میدونن، به خصوصی فیلمایی که دیده شده، بخشیش که عملا خب در تلویزیون ها فرض کن نشون داده نمیشه، چون خب سر بریده رو تو دست کسی میدونید تو رسانه های همگانی به اون شکل نشون نمیدن، ولی عملا خب میگن که این مثلا سر هست با یک سایه‌ای که روش میندازن. این هست که خب این افکار عمومی خب به هر حال در آلمان به خصوص که اون سابقه ضد یهودی و یهودی کشی رو داشته، آلمان ها بسیار تلاش میکنن توی تمام زمینه ها، حتی خیلی از جاهایی که واقعا خب فلسطینی ها حق داشتن در واقع اینها به نوعی سکوت میکردن. این مسئله ضد یهودی در آلمان حتی اگر کسی در یک جای عمومی عنوان بکنه جرم هست، یعنی به دادگاه میکشوننش. این هست که خب الان که دیگه مسئله روشن هست به چه طریقه، و آلمان هم خود شما هم شنیدید، همه حتما هموطنان هم شنیدن، تا حالا بارها صدر اعظم آلمان اعلام کرده که حمایت همه جانبه و به هر حال هر چی لازم باشه در اختیار اسرائیل خواهد گذاشت. من یه نکته رو هم اشاره کنم، من فکر نمی کنم اسرائیلی ها بر اسرائیل در رابطه با حزب الله و یا حماس و یا حالا نیروهای دیگه ای که از در سوریه هستن از جمهوری اسلامی پول میگیرن و یا حمایت میشن، نیاز به نیروی به اصطلاح نظامی خارجی داشته باشه، برای اینکه در زمانی که تا حالا سه بار این جنگ شده، سه تا ارتش کشور مثل سوریه و اردن به اضافه اینکه سایر کشورهای عربی هم حداقل یک تیپ یا یک لشکر به همه این کشورها میفرستادن، به تنهایی مقابله کرد و بعد و حتی بله منطقه آقای لقایی پرسش من این نبود. بعد البته در جنگایی که شرکت کردید ارتباطات بسیار لوجستیکی وجود داشته بین آمریکا و بسیار بله هم روی آمریکایی هم جزو کشته شدگان هستن و به اصطلاح اسیر شدگان هم. حتی حرف من این هستش، این پیمان ها تا چند اندازه الزام آوره اگر زمان ایجاب کنه وارد بشن در جنگ، بس اینه، نه اینکه واقعا نیاز داره یا نداره.
بله شما ارتش اسرائیل برای قوی، ولی این هیمنه ای که با این اقدام به هر حال یکی از افسران ارشد اسرائیل گفته ما در پی بازگرداندن هیمنه اسرائیل هستیم، ترجمهش در حال چون واقعا خوب لطمه دید از این بابت از نظر امنیتی، دقیقا اینکه بیان گروهی و این رو دست کم نفهم گرفت اقدام فهمدن. آقای هودشتیان شما بفرمایید در کانادا چه خبر هست؟ باز امیدوارم آقای ترودو از این جستا نگیری و مثلا فقط یه دی رو ممنوع ورود کنه یه دی رو ممنوع فروش کنه. چه خبر به افکار عمومی شه نگاهی ده؟ دیروز آقای جاستین ترودو به طور مستقیم و با عصبانیت که در صورتش می شود آن را دید، حماس رو محکوم کرد و این رو اون گروه رو گروه تروریستی اعلام کرد و به خصوص گفت، این نکته جالبه که در کانادا کسی حق نداره از حماس دفاع کنه، از تروریست دفاع کنه، و این خب خیلی نکته مهمی، یعنی فرض کنیم یک گروهی فردا بخواد تظاهرات بکنه، میگن مثل اینکه در استرالیا یه هم چیزی بوده، دیروز یک گروهی آمدن و حمایت کردن از حماس. در کانادا این کار کردن نکردن؟ در استرالیا اینکه این نوع تظاهرات ها نمیتونه صورت بگیره، خب این نشان دهنده یک نوع یه عمل در واقع دولت های دموکراتیک هست که یک کسی آمده از تروریست داره دفاع میکنه، یا اسم اون عمل ویژه رو در به اصطلاح اسرائیل تروریستی نمیدونه، اینو بعد چگونه باش مقابله کرد. این چیزی که بحثی است که الان وجود داره در فرانسه. براتون بگم که گروه های چپی که در فرانسه هستن به اعتماد خیلی قدرت هم پیدا کردن از بعد از اینکه آقای مکرون به حال در منظر عمومی اندکی ضعیف شد و ضعیف هم شده، الان گروه های چپ هم یه مقدار خجالتی حماس رو تروریستی میدونن. و همین قبل از اینکه برنامه شما شروع شده، من یه دیبیتی رو، یک مناظری رو دنبال میکردم بین دو گروه به هر حال چپ و اندکی کمتر چپ میانه رو در فرانسه، و این جالب بود که واقعا این وجود داره، یک گرایشی وجود داره که خب حماس زیر ضرب بوده، بهش ستم وارد شده، حمله کرده، البته این کار اون کارش خوب نیست، ولی بقیهش که حمله کرده مثلا حالا ببینیم چی میشه، لزوما تروریستی شاید نباشه، و اینکه ایران معلوم نیست حمایت کرده. آقای بایدن هم گفته، دولت ایالات متحده گفته، وزیر امور خارجه تایید نکرده که ایران به اصطلاح سلاح فرستاده یا حمایت مالی کرده یا مستقیما در این جنگ دخالت داشته و غیره. یه سری توجیهات از این مدل در افکار عمومی در کانادا و در فرانسه وجود داره که باید دید در آینده چگونه گردش بده میکنه. همه این کارها بستگی داره که اسرائیل چگونه عمل بکنه. آیا اسرائیل الان پرسش اینه، به همان شکلی که حماس آمد و دختران و پسران جوان و کودکان رو کشت، همون کار رو هم بعد اسرائیل در غزه بکنه یا نکنه؟ آیا میبایست که رحم بکنه به کودکان، به بیمارستان ها، یا حمله بکنه؟ این دیبیت یا بحثی هستش که بین افکار افراد متعدد وجود داره در امروز روز. شما که میدونید که در فرانسه به خصوص در پاریس چپ یک بیماری مزمن فرانسوی است، اساسا بیماری فرانسوی هست دیگه. تا جایی هم که رفتم از وقتی نیز به کمونیست فرانسه، من دیدم تو انتخابات بود یه جورایی دستی هم به سر گوش مسلمان های افراطی میکشید در اونجا. بله این وجود داره، به اینکه به جای حزب کمونیست که خیلی ضعیف شده، خب این حزب کمونیست بعضی موقع در بعد از جنگ جهانی دوم 40% آرا رو به خودش جلب کرده بود، ولی الان بسیار ضعیف شده، به جای اون گروه های جدید آمده، خیلی مدرن‌تر و شیک‌تر. بله خب در اونجا چطور هست؟ دقایق حدود 2 دقیقه وقت داریم. در اونجا افکار و تظاهرات به سود حماس آلمان، این سوراخ سنباهای دموکراسی رو چجوری ازش سوء استفاده میشه؟ بله سوراخ سنباهای اون همون روز اول یک تظاهراتی شد، چون اجازه نگرفته بودن، خب پلیس بلافاصله جمعشون کرد، البته یک گروه 100 نفری بود،
بعد رفتن اجازه گرفتن. شما خب میدونید در سیستم های دموکراتیک به شما باید اگر هم اجازه نده با دلیل به اصطلاح قانونی داشته باشه. خب اجازه دادم بهشون، ولی خب حدود 100 نفر در دو شهر فقط این کار این صورت گرفت، یکی در شهر برلین بود که حدودا پلیس گفت 110 نفر بودن، یکی هم در شهر دویسبورگ آلمان و اونجا هم حدودا 100 نفر بودن و این تظاهراتی کردن. و من دیشب دیدم وزیر داخلی همین ایالت ها و آلمان گفتن ما باید این مسئله رو قانونی کنیم که حمایت از گروه های تروریستی تظاهراتش هم یعنی اگر عنوان بشه باید ممنوع بشه، و الان اینا به احتمال زیاد دارن این بررسی رو میکنن. ولی میگم دو شهر و حد اکثر هر شهری 100 نفر 110 نفر جمع شده بودن. و البته من یکی دو تا پرچم قرمز هم وسط این تظاهرات به جز پرچم فلسطینی ها توی تلویزیون نشون میداد دیدم. مرحوم لنین دست فرداد نیست، یعنی آلمان هم یه جورایی البته آلمان حزب چپش در واقع احزاب چپ همیشه سنتا ضعیف به جز تا قبل از جنگ دوم، البته نه ولی بعد از جنگ دوم چپ خیلی ضعیف بوده در آلمان، آلمان غربی، چون آلمان شرقی رو میدیدن، ولی خب فرانسه فرق میکنه مسئلهش. بله سپاس بسیار داریم از هر دو مهمان گرامی، آقای جهانگیر لقایی در آلمان و آقای عطا بودشتیان در تورنتو کانادا. امید به دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر و با این امید که روزی روزگاری جنگ به عنوان یک راه حل برای حل مسائل بین انسان ها دیگه تلقی نشه، هرچند که تولید ابزار جنگی نسبت به تولید ابزار پزشکی نگاه کنیم از سنگ و کلوخ و گرز و چماق و شمشیر رسیده به جاهایی که با فشار بر 3-4 دکمه میشه کل این کره خاکی رو نابود کرد، اما پزشکی با همه پیشرفتش چه اندازه پیشرفت کرده نسبت به ابزار جنگی، ابزار ادوات جنگ. برحال با امید به چنین روزی، با امید به چنین روزی، امید سهل و آسانی نیست، سهل و آسانی نیست، اما سرانجام روزی روزگاری دور و دورتر انسان شاید چشم بکشد به این موضوع. به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا، امین و علی عزیز و همکاران دیگرم برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنم. امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک، الوند، پوز، آگروس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگش و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.